روزگاری پرچمدار فوتبال شرق ایران عقاب‌های مشکی بودند که هر تیم بالا جدولی و پایتخت نشینی رو زمین گیر می‌کردن. باشگاهی از دل مردم مشهد که در سال 1349 توسط بچه محله‌های سرای شاه عباسی و کمک برادران مهاجرانی به نام ابو مسلم خراسان به یاد سردار مبارز ایرانی و رهبر جنبش سیاه جامگان تأسیس شد و خیلی زود به جام تخت جمشید راه یافت. تیمی با تاریخ پرفراز و نشیب که در طول این سالها بازیکنانی مثل اکبر میساقیان، نوری خدایاری، سید کاظم قیاسیان، محمد اعظم، سعید سیامی، خداداد عزیزی رو در تیم خودش دیده. اما آغاز طوفان مشکی در تاریخ فوتبالش از فصل 80-81 آغاز شد، جایی که بهترین و پرطرفدارترین تیم غیر تهرانی لیگ برتر آقای گلی رو توسط رضا عنایتی با 17 گل و بهترین برد خانگی فصل رو با نتیجه 9-2 مقابل استقلال رشت رقم زد. تیمی با ثبات در طول بازی زمانی 7 سال و بازی‌های زیبا در ورزشگاه‌های سعدآباد و سامن مشهد و خیلی بزرگ طرفداران قرمز و مشکی که همیشه با شور و عشق برای موفقیت عمو مسلم در کنارشون بودن که باعث شد در سال 84 با اکبر میساقیان به فینال جام حسبی راه پیدا کنه و دوباره عنوان آقای گلی رو توسط دنیل روم در فصل 86 و دوباره متوالی بهترین تیم شهرستانی لیگ در فصول 86 و 87 به دست بیاره. در این چند سال اما دورانی بود که مشکی پوشان رضا عنایتی آقای گل تاریخ لیگ برتر رو به فوتبال ایران معرفی کردند. آندرانی کیموریان به خاطر درخششش در جام جهانی 2006 از تیم ابو مسلم به بولتون انگلیس در لیگ جزیره پیوست و کاپیتان تیمش حسین بادامکی بعدها بازوبند یکی از پرطرفدارترین تیم‌های ایران و آسیا پرسپولیس رو به بازو می‌بست و با تعدد بازیکنان نامشنای دیگه‌ای مثل محمد رضا خلبری، مشتبه جباری، سید محمد حسینی، رضا ناصحی، محمد پورمن، فریدون فضلی، دنی اولرون و ایوان پتروویچ که هر کدومشون در تیم‌های دیگه مهره‌های کلیدی محسوب می‌شدن، یقه تیم‌های بزرگی مثل پرسپولیس، استقلال، سپاهان و فولاد رو می‌گرفتن. اما روزگار تلخ برای شیران خراسان به علت عدم مدیریت درست، رفتن ستاره‌ها و بحران مالکیت از راه رسیده بود. طی 2 سال پر از حاشیه و لجبازی‌های بیجا باعث شد در سال 89 به دسته 1 سقوط کنه و دعوای بر سر مالکیت یک افسوس همیشگی رو بعد از اون سال‌ها برای طرفدارانش رقم زد که حالا به انتظار یک معجزه بشینن که روزی دوباره مرواریدهای سیاه ایران رو در استادیوم ببینن. درسته امروز خبری از ابو مسلم نیست، ولی قلب ما همیشه برای این مشکی ابدی میتپه.